خب بینندگان عزیز، با سلام به شما، با سلام و خوش آمد خدمت آقای یزدان خداوندلو. برنامه این هفته رو با هم شروع میکنیم. آقای خداوندلو، برنامه شما به غیر از اون آسیب شناسی فرهنگی اسم مخصوصی که نداره، نه؟ شما دیدم هر جلسه برای اینکه تنوع داشته باشه موضوع جدید رو میایین و صحبت میکنید، از این بابت خیلی ممنونم. مثلا امروز در رابطه با اعتدال صحبت میکنید، ولی کل برنامه هاتون تیتر مخصوصی نداره، یا همون آسیب شناسی فرهنگی اجتماعی رو بذاریم براش؟ البته همه این بحث هایی رو که من میکنم و عنوان هایی رو که انتخاب میکنم برای بحث گفتگو در حوزه آسیب شناسی است. یعنی وقتی که امشب میخوام درباره اعتدال صحبت بکنم، طبیعتا این مسئله اعتدال رو شما کمتر از زبان این مفسرین سیاسی ما شنیده باشید که بیاد درباره اعتدال صحبت بکنه، و منم امشب سعی میکنم که ابتدا خود اعتدال رو و اشکال گوناگونش رو توضیح بدم که ما انواع اقسام تعادل داریم. اعتدال یعنی از تعادل اومدن. من اینجا الان اینجا نوشتم که درود بر شما آقای سربی، البته شنوندگان و بینندگانتون. امشب میخواهم در باب تعادل صحبت کنم که در حوزه معرفت به آن میان روی به اعتدال میاد. اسم دیگه هم شما در میدونید که براش عنوان کنید؟ کلمه منصف بودن با این کار نمیکنه. ممکنه منصف بودن. منصف بودن عموما در داد و ستد هست. اینی که الان داشتید شما میگفتید که بره فلان چیز رو بخری، اینطوری بکنه اونطوری بکنید، خب میتونه مثلا فروشنده آدم منصفی باشه، ممکنه هم هستش سوء استفاده بکنه و کلاهبرداری بکنه. در هر حال اینجا من ابتدا پدیده تعادل رو به صورت علمی تعریف میکنم تا یک تصویر کم و بیش روشنی از اشکال گوناگون اعتدال در ذهن خوانندگان، شنوندگان و بینندگان شما ایجاد بشه. بعدها اینو نقدش میزنم تو حوزه‌های دیگه که امیدوارم شما هم با من همکاری بکنید، و این مخصوصا تصاویری که میگم اشاره میکنم که کدوم تصویر رو شما باز کنید نشون بدید، با نوک کورزور با اون قسمت هایی که من دارم توضیح میدم شما بچرخونید. یعنی منظورش اینجاست، وقتی که مثلا یه تصویر رو نشون میدید که یه چیز اعتدال رو داره، اعتدال متقارن یا نامتقارن رو نشون میده، اونا رو با کورزور نشون بدید که بینندگان بهتر متوجه بشن. حالا اگه شما بحثی ندارید من شروع کنم. بفرمایید. خب بحث امشب نقش اعتدال در حیات انسان است. تعریف اعتدال، معنای لغوی تعادل در حوزه دانش یعنی برابری اجزای درونی یک سامانه و پدیده هنگامی در تعادل است که نتیجه نیروهای وارد بر آن برابر صفر باشد و بنیاد هستی بر موازین تعادل و تقارن ایستا و پویا استوار گشته. اگه ممکنه لطفاً عکس شماره 103 رو نشون بدید. حتما. اجازه بدید من توده خب بفرم. خب الان عکس 103 رو ببینید که یک تصویری هستش، یه تعداد سنگ در اقیانوس یا در دریا روی هم طوری قرار گرفته که به این میگن تعادل متقارن. یعنی سنگ ها طوری قرینه هم روی هم قرار گرفتن و در بالاشان یه سنگ گنده قرار گرفته. این مفهوم کلاسیکی است از تعادل متقارن هست، و مخصوصا همون بالا من این سنگ رو یه مقدار بزرگ نمایش کردم که البته تعادل به هم نخورده. بعدها وقتی که درباره مفهوم خودآرایی، یه روز شما اشاره کردید که این شاهان و این ملاها و اینا چرا عمامه های گنده به سرشون میگذارن، به این موضوع میپردازم که در اون مفهوم خدا من چیز تعادل یه جوری با
بزرگ کردن اون کلاهاشون و عمامه‌هاشون و این چیزا نوعی تو حوزه خودآرایی هست و هرچه اینا رو بزرگتر کچه میکنن نوعی بزرگ نمایی در حوزه بزرگ نمایی. شما اگر مثلا به کلاه آقای امیر کبیر توجه کنید ببینید 35 سانتی متر ارتفاعشه. دیدید کلاه امیر کبیر رو؟ برای چی اینا رو میگذارن؟ خود امیر کبیر زیاد آدم قد بلندی نبود، ولی با این کلاهش که میذاشت در مقابل دیگران که قرار میگیره یه سر گردن بلندتر جلوه میکرد. حالا جالبه لینکلن بلند بوده ولی اونم کلاه بلندی میذاشته سرش. بله اونم از این کلاهای سیلندر چیزی که میذاشت اونم توی همین حوزه قرار میگیره، در حوزه خودآراییست. بله و بعدن اگر وقت باقی مون من اون فلسفه خودآرایی را توضیح میدم در حوزه تعادل اصلا برای چی هست. و این افراد یعنی سرکردگان این چیز سیاست قاجاری بعدها هم نگاه میکنیم میبینیم توی پهلوی هم مشاهده میشد، نگاه میکنیم میبینیم کلاهاشو خیلی گنده تاج میگذارن و شنل میگذارن و این چیزا، بعد در مقابلش رعیت ها رو همیشه همشون رو بلا استثنا وادار میکردن کلاهنمدی بذارن سرشون و همین کلاهنمدی ها رو که گذاشتن در تمام طول عمرشون باعث شده این کچلی افراد محصول اون کلاهنمدی هاست و اینا کچل شدن و یکی از میراث شوم فودالیسم ایرانه که تعدادی کچل ما کم هم نداریم، حدودی گام کنیم بینیم حالا تا جوان هستن زیاد معلوم نیست ولی بعد از 35-6 سالگی یواش یواش تعدادی کچل میشن، در 40 سالگی 50 سالگی میبینیم کلشون چنان صاف و صیقلی هستش مثل باند فرودگاه که روی اون دیگه گردکان معرفت توقف نمیکنه، تا میذاری قل میخوره میره پایین چون زیرش پر باد و مناطق. خب در این تعادل رو من تعریف کردم، یه بار دیگه میخونمش. تعریف تعادل: معنای لغوی تعادل در حوزه دانش یعنی برابری اجزاء درونی یک سامانه و پدیده هنگامی در تعادل است که نتیجه نیروهای وارد بر آن برابر صفر باشد. خب شما در نظر بگیرید تا زمانی که این سنگ ها روی هم قرار دارند و اگر نیروهای خارجی مثل باد، باران، حرارت، طوفان، امواج دریا روی این تأثیر نگذاره میتونه تا ابد اینطور باشه، ولی اگر اون نیروها فشار بهش بیارن سرانجام این فرو می‌ریزه. و بنیاد هستی بر موازین تعادل و تقارن ایستا و پویا استوار گشته. یک، تعادل ایستا، توانایی پایداری در حالت سکون. دو، تعادل پویا، توان استقامت در حال حرکت است. اگر ممکنه لطفاً اون تصویر 102 رو نشون بدید و یه مدتی هم یه بود یکی دو دقیقه نگه دارید و من توضیحاتی بدم دربارش. 102 بفرمایید. 102. خب میگیم سکون شناسی شاخه دانش مدرن است که بحث در سامانه‌های فیزیکی در تعادل ایستا می کند که در آن مکان درونی اجزا نسبت به هم تغییر نکند و در اثر فشار نیروی بیرونی در حال سکون باقی بماند و مهمترین عامل فیزیولوژی مؤثر بر حواس انسان در سلوک حیات برقراری تعادلی است که آدمی به مدد غریزه به تعادل و توازن توجه می کند و الگوی کلاسیک آن در هنرهای تجسمی هرم مثلث‌گون به عنوان قاعده. اگر توجه کنید در این تصویر سمت چپ بالا یک هرمی داره نشون میده مثلث‌گونه، روی اون خط پارالل هست و دو تا دونه وزنه رو روش قرار گرفته. توی فیزیک هم ما اینو داشتیم میدیدیم این تصویر رو. بله این تعادل توازن توجه میکنه و الگوی کلاسیک آن در هنرهای تجسمی هرم مثلث‌گون به عنوان قاعده و محور خط افقی که این دو عامل مهمترین عناصر در تجسم تعادل ایستا هستند. و در پایینش یک تعادل نامتقارن هم هست که در حوزه نقاشی چه میکنه که اونجا یک مثلث نقش کشیده و اون بالا هم یک گوی سیاه رنگی هستش، در مجموع به تصویر یک تعادل بصری داده. یعنی آدم
فکر نمیکنه که اصلا چه چیز مزخرفیه. نه، یه موضوعی رو داره بیان میکنه که در حوزه تعادله. اما مهمتر از اون، سمت راست تندیس یک مادر و دختری رو روی یک سکوی داره نشون میده که مادر دخترک رو گرد محور وجود خودش داره میچرخونه و با وجود اینه که جسم مادر حداقل بیش از دو برابر جسم دختر هست، ولی تعادلی بین اونها برقراره. شما میتونید این برقراری این تعادل رو توضیح بدید چرا اینطوریه؟ بله، برای که اون خانم خودش رو از مرکز کشیده اون و این قانون فیزیک دوباره، وقتی سریع میچرخی باید این کارو بکنی و الا میفته زمین. این طبق قانون نیروی گریز از مرکز میتونه وزن دخترش رو. آقا من فیزیک 21 گرفتم، مواظب باشید. خیلی خوبه. شما ببینید مادر اونجا با دستان خودش دخترک رو گرد محور خودش میچرخونه. بله بله. و دخترک به حرکت در میاد و طبیعتاً طبق قانون فیزیک هر جسمی که به حرکت در میاد میل داره در راستای مستقیم الخط حرکت کنه. اما دستان مادر از یک طرف که حرکت رو به دخترک داره میده، از طرف دیگه هم اون روز با نیروی جانب به مرکز به طرف خودش میکشه که اون حرکت گریز از مرکز که میخواد بره تو مستقیم الخط به گرد محور خودش بچرخه. درست مثل تصویر اون سیاره هاست. اگر که شما بتونید، یه دونه تصویری هستش که سیاره ها رو من دارم نشون میدم، کره زمین رو، اونو فرستادم برای شما یا نفرستادم؟ فکر کنم 105. بله، منظومه خورشیدی در تعادل پویا. آفرین. شما اگر به منظومه خورشیدی توجه کنید، خورشید به عنوان یه جسم بزرگتر نیروی جانب به مرکز داره، ولی چرا اون کرات دورش میچرخن؟ به خاطر اینه که اونها هم نیروی حرکتی دارن و سعی میکنن که در حرکتشون در راستای مستقیم الخط حرکت کنن، اما نیروی جاذبه خورشید غلبه میکنه بر اون و سعی میکنه و این رو در یک حالت دایره دور خودش در حرکت انتقالی وادارش میکنه به چرخه. اون هم در واقع یک تعادل پویا هست. خب اگر سوال ندارید برم روی بحث بعدی. بفرمایید. حالا انواع تعادل. اگر که شما ممکنه تصویر عکس 101 رو نشون بدید که روی این انواع تعادل میخوام بحث بکنم. انواع تعادل. الف، تعادل متقارن. استفاده از قرینه ساده ترین روش برای ایجاد تعادل بصری است، زیرا همه اجزا در رابطه با کل سنجیده می شود. تعادل قرینه کاملا طبیعی و براحتی قابل درک است. اگه دوستان شما توجه کنند به این قالی، من اجزای قالی رو برای شما توضیح می دم. قالی سنتی ایران دارای یک حاشیه پهنه، دو تا حاشیه باریک است، یک کف زمینه است و در کف زمینه اون وسط یک شکلی هستش بهش میگن تورنج مرکزی و این تورنج رو اگر از وسط چهار تقسیم کنیم و هر تقسیمش گوشش رو برداریم بگذاریم توی گوشه های قالی، اینا رو بهش میگن لچک. هر یک از این لچک ها در این چهار گوش قرینه هم هستن. اینا قرینه هایی هستن که بهش میگیم تعادل متقارن و حالت قرینه هم ایجاد میکنن و توازن و تعادل رو به وجود میاره و زیبایی یک فرش یا هر اثر هنری در این هستش که این تعادل و توازن و تقارن با همدیگه بتونه خوب بخونه، در کنار هم قرار گرفته باشه. در این زمینه توصیه میکنم دوستان یک کتابی معرفی میکنم، قالی ایران اثر سیسیل ادوارد. اجازه بدید من اون عکس رو بردارم شما رو نشون بده. بله، سیسیل ادواردز یا ادوارد، بله سیسیل ادوارد، قالی ایران. قالی ایران، این درباره قالی ایران
و ریشه هاشو تمام اشکالشو ترجمه مهین دخت سبا، این رو مطالعه کنن که بسیار خوب هستش که شناخت درباره قالی ایران پیدا کنن. و کتاب دیگه ای هستش که تار و پود عشق درباره جبه های ایران بحث میکنه. جبه های ایران در واقع مدل های جدیدی هستش که از اون سنت های کلاسیک سنت چیز اشکال کلاسیک فاصله گرفت و به صورت جبه در اومده. و این کتاب رو با تار و پود عشق، جبه ها و قالی های عشایری فارس، اینا رو توصیه میکنم که دوستان مطالعه بکنن. دیده میشه خوب؟ بله بله، با تار و پود عشق. بله، این دوتا کتاب رو من توصیه میکنم دوستان بخونن. خب درباره قالی هم من توضیح دادم که اون لچک ها در واقع نقش قرینه رو بازی میکنه و هر قرینه هم دیگه هستن و در یک نجوای زیبایی شناسی با اون لچک و کل قالی قرار دارن که در اینجا میگیم تعادل متقارن، استفاده از قرینه ساده ترین روش برای ایجاد تعادل بصری است، زیرا همه اجزا در رابطه با کل سنجیده می شود. تعادل قرینه کاملا طبیعی و به راحتی قابل درک است. دو، تعادل نامتقارن. اگر ممکنه عکس شماره 4 بعد عکس شماره 6 رو نشون بدید. تعادل نامتقارن. در تعادل نامتقارن نگاه انسان در هارمونی رنگ ها، فاصله شکل ها، بزرگی، کوچکی و جهت اجزا، تیرگی و روشنی رنگ ها، بافت و حالت آنها نسبت به یکدیگر و نسبت به کادر تصویر مشخص می گردد و در اشکال ترکیبی عموماً از تعادل نامتقارن استفاده می کنند و در هنر معاصر به علت پیچیده در شدن شیوه زندگی نگاه انسان به آثار هنری بیشتر از تعادل نامتقارن بهره گرفته می شود و متفکرین خلاق قادر به درک تعادل ایستا و پویا در سامانه جهانبینی ها نیز هستند، چرا که جهانبینی هم دارای یک ساختار هست. و با تأسف بسیار عدم تعادل در جهانبینی دینی از جایی آغاز می شود که از یک سو به علت فقدان قاعده که الله باشد در لامکان، توازن در هستی شناسی آن را بر بنیاد امری انتزاعی استوار می کند و از دیگر سو اصول بنیادین آن یعنی توحید، نبوت، معاد و خدا که بر موازین ایستا، چرا میگه موازین ایستا؟ برای اینکه اینا ابدی ازلی هست، نباید تغییر کنن، بر موازین ایستا غیر قابل تغییر و سکون استوار گشته و میخواهد تعادل ایستای خود را در حیات انسان که تعادل در آن بر موازین پویا و مدام در حال حرکت و تغییر است تحمیل کند و منشأ عقب ماندگی و اردوگاه اسلامی نسبت به کشورهای صنعتی در همین تحمیل تعادل ایستا بر تعادل پویاست که با تأسف بسیار به علت فقدان درک فلسفی و دینخویی حاکم بر فرهنگ ما در افق نگاه و تفکر تحصیل کردگان به اصطلاح روشنفکر ایران قرار نگرفته تا بنگرند که کفه‌های ترازوی عدالت اسلامی به موازات خط افق قرار دارد یا نه. شما در این تصویر چیا میبینید؟ میتونید توضیح بدید اونو؟ کدومشو میگید؟ چون شما شیشو گفتید، چهارم گفتید. حالا در این یه تصویری هستش مثلا که اونجا ترازوی عدالت، تقارن متقارن در محور انتزاعی مثلا الله قرار گرفته. بله، ترازو که توجه داشته باشی. بله، ترازو خب اون خودش یه صحبتیه که چجوری به اصطلاح همون اعتدال رو رعایت کنی، طرف این ور با اون ور. البته اون بالاش که نوشته الله حالا دیگه بحثی جداست، ولی اون یکی که تصویری هست که یک درختی هست مثل این که در طوفان هست و زیرش نوشته تعادل متقارن، بله اون رو نمیدونم چه چیزی. ببینید در آثار هنری
اومدن دیگه تعادل از تعادل نامتقارن استفاده میکنن. این تعادل نامتقارن به ارتباط داره به حالتهای این فیگورها که در اونجا هست. مثلا درخت رو در یک حالتی داره نشون میده که باد مثلا گرفتش خمیده و رنگامیزی، هارمونی رنگ ها و در تعادل در کل اینا با همدیگه در یه حالت توازن و تعادل قرار دارن. و این حالت رو هم کلمه حالت وقتی که به کار میبریم به معنای امپرسیون هست. در نقاشی بهش میگن امپرسیون. آدمایی رو مثلا توی حالتهایی رو وقتی که میکشه میگه این امپرسیونه. حالا در اینجا هم امپرسیون این درخت در اون حالت قرار گرفته که در پشتش یه سری مجموعه های دیگه قرار داره که به تخیل و تصور ارتباط داره، ولی در مجموع احساس زیبایی در انسان ایجاد میکنه. بکنم به انگلیسی هم بهش میگن امپرشن. امپرشن ما میگیم اینجا امپرسیون. امپرسیون رو به حالت ترجمه کردن در فارسی. خب در این طرف هم که این ترازو رو داره نشون میده که متاسفانه این محورش بر زمین تکیه نداره بلکه بر الله انتزاعی استواره، یعنی گره زدنش به دم الله و بعدم نمایندگان الله روی زمین هر جور که بخوان با این ترازو عمل میکنن و هیچ هم تزویری وجود نداره که کفهای این ترازو به موازات خط افق باشه تا عدالت رو در اون نشون بده، چون که اینا میتونن در این انواع اقسام دستکاری ها و پدرسوخت بازی ها رو در بیارن. خب حالا عدالت، البته من سعی نکردم که عدالت رو در اینجا تعریف بکنم چون اکثرا میدونه نمیشه. بریم سراغ عدالت. چرا ترازوی عدالت را به دست مادینگان دادند؟ اگر ممکنه لطفا عکس شماره 7 و 8 رو نشون بدید. 107 و 108. بله. عدالت. چرا ترازوی عدالت رو به دست مادینگان دادند؟ تضاد جهانبینی میترائی با اصول ادیان ابراهیمی. 1. در جهانبینی میترائی الهگان مهر، میترا، آناهیتا، راهنمای آدمی، مادینه سرشت که منشأ زایایی، بالندگی، باراوری و پیوند دهندگان بیواسطه آدمی با عناصر طبیعت و قابل لمس هستند و در جهانبینی ادیان ابراهیمی ایزدان نریده صفت که نماد خشکیت، خشونت و لمس ناپذیرند. اگر که شما به این تصویر توجه کنید که مجموعه از تندیس‌های الهی مهر در سرتاسر جهان است که ترازوی عدالت رو به دست اونا دادن. خب حالا این همه که رهبران ادیان و پیامبران درباره عدالت اسلامی و نمیدونم قسط و مساوات صحبت میکنن که چرا در نهایت فرزانگان جهان تصمیم گرفتن ترازوی عدالت رو به دست زنها بدن؟ من در اینجا توضیح میدم. 2. در جهانبینی میترائی الهگان منشأ مادی، زمینی و جایگاهشان در طبیعت است و در جهانبینی ادیان ابراهیمی ایزدان غیر مادی، انتزاعی، غیر قابل لمس و جایگاه کبریایشان در ناکجا آباد آسمان قرار دارد و فرستادگانش چون سبب ساز بی‌عدالتی و ظلم در زمین شدند، فرزانگان عالم تصمیم گرفتن ترازوی عدالت را به دست مادینگان سپارند، زیرا در رعایت عدالت منصفترند و سهم زنان را چپتر از مردان در نظر نمیگیرند. اگه به عکس توجه 2 توجه کنید میبینی یک مادری 2 فرزندش رو در ترازوی عدالت داره هم میکنه بر شانه‌هاش. بله من اینو خیلی دوست دارم با اون زیرنویسی که نوشته بودید. شما بخونید زیرنویسشو. بله. ترازوی عدالت بر شانه الهه مهر مادر که پایش بر زمین و تکیگاهش طبیعت است. بله.
خب شما در نظر بگیرین حالا اگر این تکیه‌گاه رو ببرید تو آسمان برای یک ناکجا آباد، یه پدیده انتزاعی و مجرد شده که معلوم نیست اصلا کجا در اونجا قرار بدهید، منشأ یعنی جرقه شارلاتانبازی از همینجا میخوره. خب نظری دارید شما در این باره؟ نه ولی این عکس خیلی به دل مینشینه. بله شما در نظر بگیرید، من میگم که با اون زبان تصویر رو که بارها تشون دادم، گفتم که دوستان با این تصاویر صحبت بکنید. الان این تصویر رو در واقع من ترازوی عدالت در نظر میگیرم. مگه ترازوی یه پایه نداره و دوتا کفه داره؟ در اینجا مادره دوتا بچهشو گذاشته اونجا و داره میبره، در صورتی که این بچه هم در سن سالی هستن که میتونن راه برن، ولی حمل میکنه. هر کدومشون یه سال در شکمش داشته، حالا هم تا 20 سالگی هم جورشون رو میکشه، بعد از 20 سالگی هم کل ثروتش رو همین دوتا بچه ها میخورن. خب آیا برابری به معنای عدالت هست؟ آیا سربی برابری به معنای عدالته؟ نمیدونم، سوال خوبیه. دوستان رو هم بگیریم ازشون بپرسیم که اونا هم بیان شرکت کنن، یا توی فیسبوک بنویسن، یا بعد حتی در بازپخش میتونن نظر بدن آیا برابری با عدالت، یا معنیش عدالته یا برابری، عدالت برابریه. نمیدونم سواله. من توضیح میدم آیا برابری به معنای عدالت هست. اتفاقا توی فیسبوک هم یه دونه تصویری بود که یه زمین فوتبال نشون میداد، از پشت دیوار سه تا بچه قد و نیم قد دارن فوتبال تماشا میکنن، و اونو وکی آدم رفت بفرستم، لازم بود اینجا بفرستم، ولی حالا اشکالی نداره. آیا برابری به معنای عدالت هست؟ ترازوی عدالت در حوزه مساوات و برابری، هنگامی که در اسارت باشی آزادیت را قطر میله و طول عرض دیوارها تعیین میکند، و تجاوز از آن مجازات مرگ به همراه دارد، و اگر فضای حیاتی به دلایل زیست محیطی مرزبندی شود، قانون انتخاب طبیعی داروینی پارامترهای آزادی عمل زیستمندان گیاهی و جانوری را تعیین میکند. اما جامعه انسانی دریا، جنگل، دشت و صحرا نیست، ولی نهاد سیاست و دیانت با ساختاری ایستا و سکونزا که مسئول سامان اجتماعی کشورهای در حال توسعه هستند، فرهنگ و نظام سیاسی کشور را تحت سلطه خود از یک سو آنگونه ترازبندی می کند که منجر به اسارت فکری شهروندان شود. بعدا من این ترازبندی فکری رو توضیح میدم. منجر به اسارت فکری شهروندان شود، و از دیگر سو مرز آزادی عمل منطبق با منافع اقلیت و به زیان اکثریت محروم منطبق گردد. از این رو بیدلیل نیست که مجلس، دولت، قوای نظامی، ثروت ملی، رسانه‌های تصویری، صوتی، نوشتاری، دادگستری و ترازوی عدالت در اختیار ابلیس اسلامی قرار دارد و هر گونه که بخواهد با آن رفتار میکنند، زیرا در جهان بینی اسلامی انسان بنده خدا و برده نمایندگانش در زمین یعنی شاه و شیخ محسوب میشود. آی سربی، این کلمه بنده رو توجه بکنید، باید مورد توجه آقایونی باشه که به قانون اساسی سرکار دارن و سرکارشون با کلمات هست، و اگر کلمه رو در یک وجه نامتقارنش در یک جمله بنشونن مفهوم جمله عوض میشه. من وقتی که به حرفای این آقایون گوش میکنم در اون رودرازی هاشون متوجه میشم، میبینم که بارها این کلمه بنده رو داره به کار میبره. بنده که هرگز این چیزی رو نگفتم، بنده اصلا خاک پاک آلا حضرت هستم، با سری آویخته و چشمانی به زمین دوخته. بنده بنده، من میگم این چگونه قانون نویسی هستش که روی این کلمه توقف نمی کنه که آقا شما بنده نیستی، کلمه زیبای من رو به کار ببرید، زمین رو. بنده میدونید چه نوع کلمه یه؟ های سربی
از استفاده ای که میکنن دوستان دیگه خب معلوم، ولی من خیلی جالبه، هفته قبل به یکی از دوستانم گفتم آقا وقتی تلفن میزنی یا ویدیو درست میکنی اینقدر نگو این حقیر، شما حقیر نیستی. بنده حقیر، بنده حقیر بگو بنده. من هفته گذشته من توضیح دادم این بله. بنده ضمیر مشترکیه که به ذات انسان اشاره میکنه، در صورتی که اینا به جای من دارم به کار میبرم. من نگفتم این مسئله رو، میگه بنده، بنده حقیر، بنده بهش گفتم، بنده اصلا خاک پاک اعلی حضرتم. و هنوز این کلمات در حافظه شو مورد این قرار نگرفته. با من که برخورد بکنن اول میگم آقا جان برای چه اینجا کلمه خود بنده رو به کار میبری؟ شما مگه بنده ای؟ طبیعی هستش که بعد اون نماینده خدا میاد و میگه که تو بنده منم هستی دیگه. خب در این موضوع، در این قسمت بحثی ندارید شما؟ نه من بیشتر سعی میکنم بشنوم و یاد بگیرم تا اینکه صحبت. بسیار خوب، این مطلب بعدی رو که من برای شما میخونم لطفاً عکس 109 رو نشون بدید که هفته گذشته هم اینو من مطرح کردم که تصویر کتاب یکتاپرستی و زبان خشونت اثر یان آسمن هست. این نقاشیش مال آقای مارک شاگاله. اینو نشون بدید و من مطلب رو میخونم، بعداً در بارش بحث دارم. نشون میدم این ماجرای ده فرمانه. البته من خوندم و دیدم ویدیویی که میگن ده فرمان نبوده، حتی 20 تا کامنمنت بوده که نبود و بعد این کوه ها بوده که اونجا گرفته و از خدا گرفته، از آسمون. بله بله اینا خب. حالا من میام اونجا دارم توضیح میدم که این یکتاپرستی در این کتاب یا نسبان توضیح میده که این یکتاپرستی چگونه منشأ خشونته. یکتاپرستی به زبان خشونت، نویسنده یان آسمان. یان آسمان باستانشناس، منتقد ادیان، پژوهشگر مذاهب و یکی از صاحب نظران مصر شناسی در جهان به شمار میرود که تحقیقی در شکلگیری و پیدایی یکتاپرستی انجام داده. کتاب یکتاپرستی و زبان خشونت او نقد ادیان توحیدی است که خود را صاحب انحصاری حقیقت می دانند. خدای یکتاپرستان خدای حسودی است که جز الله الهه و ایزدان دیگری را تحمل نمی کند. ایشان در اثر خود تفاوت اساسی چند خدایی با ادیان توحیدی را نشان می دهد که در فرهنگ چند خدایی همه ایزدان و الهگان خدا بودن دیگری را نفی نمی کنند. یعنی مهر میترا را نفی نمی کنه، میترا آناهیتا را نفی نمی کنه. اما در یکتاپرستی اسلامی لا اله الا الله یعنی هیچ خدایی جز الله نیست. ببینید در این حکمش نفی همه چیز رو داره می کنه. یعنی چی لا اله الا الله؟ یعنی جز الله هیچ کس، فقط ما. در یکتاپرستی اسلامی لا اله الا الله یعنی هیچ خدایی جز الله نیست. الهگان لات، منات، عزا یا عزی، اون الهگانی که در اقلیم عربستان بودن و اونها مادی سرش بودن، یهوه، روح القدس و اهورامزدا را نفی میکنند. به عبارت دیگر خدای یکتاپرستان همان گونه که در انجیل عهد عتیق آمده خدایی است حسود که هیچ خدای دیگر را در کنار خود نمیپذیرد و هر رقیبی را دشمن خود میداند و یهودیان، مسیحیان و مسلمانان پرورش یافته چنین خدا و دیانتی یکسونگر هستند که مفاهیم دینی نسل اندر نسل در اثر تکرار مکرر تا عمیق‌ترین نسوج روانی آنها رسوخ کرده و علت رفتار اقتدارمنش و رادیکال یکتاپرستان در زیستگاه یهودی، مسیحی و اسلامی ریشه در تک خداپرستی آنها دارد. یان آسمن در تفاوت میان یکتاپرستی و چند خدایی می نویسد در فرهنگ چند خدایی خشونت مربوط به اصول سیاسی حکومت است، نه در رابطه فرد با خدا. و باورهای مذهبی و الگوهای نمونه را در بودیسم مشاهده می‌کنیم که در سرزمین پهناور چین
جنگ های خونبار رخ داده که عموما علت مذهبی نداشت بلکه انگیزی سیاسی داشتند و در عوض بیشتر کشمکش و خونریزی ها با مثال های از انجیل عهد عتیق به ویژه کتاب تنزیه نشان میدهد. احکام سرشار از خشونت این کتاب مقدس که رونویسی از پیمان ها و قراردادهای پادشاهان آشوری با امیران تحت فرمانشان بوده که نشان از اتحاد دین و دولت میدهد که بعدها وارد مسیحیت و اسلام گردید. در نتیجه منشأ خشونت جاری در ادیان ابراهیمی ریشه در یکتاپرستی آنها دارد که رادیکالیسم مذهبی و تفکر یک بودی محصول آن است. و شما نگاه میکنید ببینید که همین اقلیم میان رودان، یعنی عراق و سوریه و تا شرق دریای مدیترانه که میان رودان رو در بر میگیره و خیزشگاه ادیان ابراهیمی یهودی و مسیحی و مسلمان بوده، تا به امروز کشمکش و خونریزی آدم کشی وجود داره و نتونستن به آرامش برسن. بحثی دارید آقا؟ نه صحبتی نیست. چند دقیقه دیگه وقت داریم؟ 23 دقیقه دیگه وقت داریم. بسیار خب، در این گفتگو در باب تعادل متقارن، نامتقارن، توازن، ترازوی عدالت و تکیگاه آن خدا در جهانبینی ادیان ابراهیمی و آیین میترایی با الهگان مهر و میترا و تکیگاهشان طبیعت گرامی کوتاه و فشرده صحبت کرد. حال ببینیم در ابعاد بزرگتر در جغرافیای سیاسی جهان قطب چپ و راست چگونه عمل میکند. اگر ممکنه عکس 110 رو لطفا نشون بدید. 110. هدف من از این گفتگو این استش که مسئله تعادل و اعتدال رو نشون بدم. در اون مثال های بالا نشون دادم برای ایجاد تعادل همواره باید دو قطب وجود داشته باشه. هیچ پدیده یک قطبی درش از تعادل اثری نیست. بنابراین برای اینه که تعادلی در هستی انسان در تمام کلی شعورش وجود داشته باشه، این قطب ها باید حضور داشته باشن. یک توازن ایجاد کنه بین فقر و ثروت، بین قدرت و بین خیلی چیزهای دیگه. میشه بگیم الان هم که دنیا اینجوری شده به خاطر اینکه اون دو قطبی بودن روسیه و آمریکا شده بود یه قطبی، به اینجا رسیده، حالا باید برگرده دوباره به همون حالت. آفرین، این مسئله نه بر نمیگرده. برای اینکه این مسئله دو قطبی بودن که یک قطبش جهان سرمایه‌داری بود و قطب دیگرش اردوگاه کمونیست، خب 23 سال پیش فرو ریخت. باید بررسی بکنیم که چرا قطب کمونیست فرو ریخت و چرا قطب سرمایه هنوز سر جاش هست. و حالا که اون قطب فرو ریخته و جهان سرمایه به سرکردگی آمریکا اومده، ابرقدرت جهان شده، بیلان کارشو در این 30 سال اخیر وقتی که بررسی نمی‌کنیم، می‌بینیم انبوهی جنگ صورت گرفته که ثمرات همین یک قطبی شدنه. همونطوری که ما در ایران اومدیم نهاد سلطنت یک قطبی رو گذاشتیم کنار و جمهوری اعلام کردیم، تا در شؤون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، همه چیزی کشور ما دو قطب ایجاد بشه، قطب مردم و قطب رهبری، یعنی رئیس جمهور. رئیس جمهوری که خود ملت انتخابش میکنن، باز سلطنت طلب ها تلاش میکنن این قطب مردم رو حذف کنن، ببرن شاه رو باز برگردونن به حریکه قدرت. حالا ثمرات شما داریم نگاه میکنیم، میبینیم در ابعاد جهانی اردوگاه سوسیالیست فرو ریخته. و به این گزارش توجه بکنید که خبرنگاری رفته با اون کشورهایی که از اتحاد جماهیر شوروی جدا شدن مصاحبه کرده، کشورهایی که یا یوگسلاوی و در قفقاز و اینجاها بودن. گزار به جهان بعد اونجا نوشته تحت این عنوان. من فقط یه پاراگرافش رو آوردم، خیلی مطلب طولانیه، دوستان میتوانن همین این عنوان رو در اینترنت بنویسن در گوگل، خود مقاله
پیدا میشه و میتونن اونو کلش بخونن. من فقط یه پاراگرافش رو بردم اینجا. گذار به جهان تک قطبی فاجعه به بار آورد. رادیوی سراسری شوروی اعلام کرد در این کشور اتحاد شوروی فروپاشید. نظرسنجی در مورد اوضاع زندگی از ساکنان 11 کشور قبل و بعد از فروپاشی اتحاد شوروی میگویند ما شاهدیم فروپاشی اتحاد شوروی موجب پیدایش بسیاری از پیامدهای منفی و ناگوار در جهان گردید. پس از فروپاشی شوروی انبوهی جنگ‌های منطقه‌ای و اختلافات نژادی و قومی به وقوع پیوست و در گذار از جهان دو قطبی به جهان تک قطبی تحت سلطه آمریکا شرایط مطلوبی به بار نیاورد و تا زمانی که نظام دو قطبی برپا نشود، یعنی اینا دارن آرزو میکنن باز دوباره به نظام دو قطبی برپا بشه که یه تعدادی اومدن گفتن که احتیاج نیست ما نگاه چیز نظام دو قطبی ایجاد بکنیم باز اردوگاه جنگ سرد شروع بشه، میتونیم یک نظامی درست کنیم سه قطبی حتی چهار قطبی. من بارها این کتاب رو معرفی کردم. در این کتاب توضیح میده که جهان تا 2025 به سه قطب تقسیم میشه: قطب اتحادیه اروپا، قطب آمریکا و اقمارش، و قطب جنوب شرقی آسیا به سرکردگی چین و استرالیا و ویتنام و هندوستان و در این وسط فقط روسیه و ایران و خاورمیانه دارن هنوز نوسان میکنن که به کدوم قطب بپیوندند. بگه گذار از جهان دو قطبی به جهان تک قطبی تحت سلطه آمریکا شرایط مطلوبی به بار نیاورد و تا زمانی که نظام دو قطبی برپا نشود ما که در فضای شوروی سابق قرار داریم برای حفظ بقای خود به وحدت و یگانگی احتیاج داریم. خب شما نظری دارید در این زمینه؟ نه، بیشتر در رابطه با همین یه قطبی شدن، چون همون گفتی جنگا هم ایجاد شده و اینا، گاهی وقتا فکر میکنم چون جای به اصطلاح اتحاد جماهیر شوروی خالی شد، چین یه دفعه یا مجبور شد یا جا رو خالی دید و بزرگ شد که به اصطلاح اون دو قطبی بشه. حالا که شما صحبت از سه قطبی میکنید، دوستانم اگر صحبتی دارن میتونن هم با فیسبوک شما هم روی فیسبوک تلویزیون مردم با ما تماس بگیرن. بسیار خوب، آفرین. من این کتاب رو هم نشون دادم، توصیه میکنم این کتاب رو، تدارک قرن 21 جهان تا سال 2025، الان 2016، 9 سال 10 سال دیگه باقی مونده، کلکندی و عباس مخبر رو ترجمه کرده. این کتاب رو مطالعه بکنن، چرا که پیشبینی میکنه که چگونه اوضاع سیاسی جهان شکل میگیره و نوع بکنه. حالا اینا در دو قطبی بودن رو گفتن، الان تک قطبی که شد این همه جنگ به وجود اومد، باز بیاییم دو مرتبه دو قطبیش کنیم. باز دو قطبی کردن هم نگاه میکنیم میبینیم برای خودش یه سری ناهنجاری ها داره. حالا یه تعدادی دیگه مثل این اومده گفته اصلا چرا دو قطبیش کنیم، سه قطبیش کنیم، یه قطب آمریکا باشه و اقمارش، یه قطب اتحادیه اروپا باشه، یه قطب هم آسیای جنوب شرقی باشه و در اونجا چین هستش، هندوستان هستش، این دوتا کشور الان قدرت های اقتصادی سیاسی دنیا هستن، و ویتنام هستش، استرالیا هستش، و بالاتر هم که میاییم نگاه میکنیم ببینیم ایران هم بین اینها داره نوسان میکنه. چرا؟ برای اینکه خیلی خوبه براش وقتی که یک قطبی مثلا اتحادیه اروپا یا آمریکا میخواد زور بهش بگه، میگه ما دیگه از شما کالا نمیخریم، میریم از هند میخریم، میریم از چین میخریم، و همین مسئله باعث میشه که اونا رعایت اعتدال کنن، یعنی به حرفشون گوش بکنن که این مشتری رو از دست ندن. میگه که شما میخواید نفت ما رو نخرید، خب نخرید، من میفروشم به هند، ازش کالا میگیرم، برنج میگیرم، میفروشم به پاکستان، به ما برنج میگیرم. میبینید مسئله این هستش که اگر این قطب ها از یه دونه تک قطبی شدن که شاه سالار و شش محور و این حرفا رو میگنه و استبداد زاییده همین این تک قطبی شدنه، بیایم چند قطبیش کنیم، چه اشکالی داره؟ خب شما بحثی دارید؟ نه صحبتی ندارم، بفرمایید. بسیار خوب. در
هفته گذشته ما وقتی که صحبت میکردیم درباره این رفتار کمونیست ها که البته یه مقدار هم ارتباط داره به اون جهان اردوگاه کمونیست ها که چرا فرو ریخت، این موضوع رو من آوردم امروز میخوام مطرح بکنم که روز جهانی کارگر، اول ماه می نماد روز جهانی به رسمیت شناخته شده کار، دستاورد باشکوه و تلاش معنوی زحمتکشان جهان در راستای احقاق حقوق عادلانه خود در مقابل قطب کارفرما. باز می‌بینید اینجا قطب هست، قطب کارگر، قطب کارفرما، در مقابل قطب کارفرما که از پگاه مدنیت پا به هستی نهاده بود. چرا میگم قطب کارفرما از پگاه مدنیت؟ برای اینکه همون موقعی که نیاکان دور ما هم در غارها زندگی میکردن و برای غذا بلند میشدن در پیرامون سکونتگاهشون به شکار حیوانات بپرداختن، اون گردن کرفتی که تواناتر بود و میزد حیوانات رو لطکوب میکرد و میورد و توی قار ها میکرد، به تدریج نقش سرکرده رو پیدا میکنه و این سرکرده در روند تکاملش در دوران نظام گردآوری خوراک و بعد در نظام کشاورزی به اون مرحله تکامل پیدا میکنه که پدیدهی به نام شاه رو ایجاد میکنه. سرکرده است، بعد یواش یواش برای خودش قدرتی میکنه، دار و دسته‌ای برای خودش ایجاد میکنه و نقش سرکرده رو پیدا میکنه و این سرکرده میاد لباس آراسته بپوشه، شنل میذاره، کلاه میذاره، انزدا میکنه و شاه و نهاد سیاست متولد میشه و بعد این نهاد سیاست برای اینکه بتونه کنترل رو بهتر بکنه نیازمند نهاد دیگه‌ای به نام نهاد دیانت میشه که این نهاد وظیفش به امور اخروی که میپردازه یکی از وظایف مهمی نشته است که شهروندان رو یعنی تابعان خودشون رو از درون با آیه ها مطیع و تحت کنترل نگه دارند. برابره این مسئله که میگم قابل توجه آقای چیزی هستش که با شما بحث میکنه که ازش وقتی که پرسیدم آقا شما بفرمایید نهاد سیاست قدیمی تره یا نهاد دیانت، هنوز تفاوت رو نمیدونست که نهاد دیانت تمام نهادهای دیانت بوداوی و شنتویسم و زرتشتی و ادیان ابراهیمی بیش از 3000 سال قدمت ندارد، اما نهاد سیاست 250000 سال قدمت داره. خب حالا دو تا قطب دیگه هم ما در شمول جامعه داریم به نام قطب کارفرما و کارگر. بعد اون آقای سرکرده یواش یواش افتای دیگر رو کارگران خودش میکنه، خودش میشه رئیس. اول ماه می نماد روز جهانی به رسمیت شناخته شده کار، دستاورد باشکوه و تلاش معنوی زحمتکشان جهان در راستای احقاق حقوق عادلانه خود در مقابل قطب کارفرمایان که از پگاه مدنیت پا به هستی نهاد بود. پس از فراز و نشیبی رنجبار و در پاره موارد به شدت خونبار، سرانجام به کرسی قانون نشست. این قانون روز اول ماه می. اما مطالبات قطب کار که منشأ آن اردوگاه محرومان که از ثروت جز فروش نیروی بازو و قوای فکری خود برخوردار نیست، هنوز در پهنای جهان به سرانجام مطلوب نرسیده است که دلایل ناکامی آن را میتوان در چند مورد بیان نبود. یک، مقدمه تعریف کارگر و کارفرما. اول ابتدا این دو نفر را تعریف کنیم ببینیم که چه نوع شخصیت حقیقی و حقوقی دارن. یک، کارگر کیست؟ کارگر فردی است که در مقابل مزدی مشخص نیروی جسمی و فکری خود را به کارفرما میفروشد. آیا شما تعریف دقیق تر از اینم سراغ دارید آقای سربی؟ نه دیگه، ساده ترین این. کارگر فردی است که در مقابل مزدی مشخص نیروی جسمی و فکری خود را به کارفرما میفروشد. دو، کارفرما کیست؟ کارفرما فردی است که در مقابل مزدی که به کارگر میپردازد جهت اهداف خود از او ساعتی کار میخرد. اینم تعریف کارفرما. کارفرما میخرد. سه، ساعت کار.
و خرید فروش آن در 90% موارد در تمام طول تاریخ با عدالت همراه نبوده. 4. به شهادت تاریخ کار، کارگران در گروه محرومان همیشه از سوی کارفرمایان مورد سوء استفاده قرار گرفته است، مخصوصا اگر اون کارفرمایا مسلح به دهان دیانت و سیاست هم باشد، یعنی روز و عزبا اونا باشد، چرا که کارگر رو نه تنها به عنوان کارگر بلکه برده و غلام و نوکر در نظر میگیره و سوء استفاده رو مشروط و قانونی میکنه. 5. مقام ارجمند کارگر تا چند پیش در قانون اساسی ملت‌ها به رسمیت شناخته نشده بود و هنوز هم در نزد فرادستان جامعه برمان شخصیت حقوقی در پرده ابهام است. 6. تضاد قطب فرادست ثروتمند و قطب فرودست فقیر سبب ساز تئوری آرمانی مدینه فاضله از سوی متفکرین، فلاسفه و خداوندان اندیشه سیاسی گردی که مشهورترین آن مثل یا مثل افلاطونیست که در آن جامعه مدنی به طبقات تقسیم شده است و کارگر در هیئت برده فاقد حقوق شهروندی و فرمانروا در مقام شاه فیلسوف ظاهر می شود. یعنی برای اولین بار یه پدیده تازه نیست، در آثار افلاطون انبوه از این بحث ها هستش که ریشه در 2500 سال پیش داریم. 7. با رشد مدنیت نهاد سیاست پا به هستی می گذارد و سپس هرم دیانت از زهدان اساطیر و باورهای کهن جهت همیاری، هدایت، کنترل و بازوی معنوی سرکوب محرومان در کنار سلاطین وارد صحنه می شود و در تقسیم وظایف امور دنیوی به شاه و امور اخروی به روحانیون واگذار می گردد. من که این مسئله تو ذهنم زایه انداخت، زمانی که یک فیلم سینمایی بود، ویدیو بود، داشتم می دیدم که تزار روس با روحانیون داشت جنگ لفظی می کرد و به یکی از این پاپ ها می گفتش که آقا جان امور دنیوی متعلق به شما، امور دنیوی متعلق به ما، امور اخروی متعلق به شما، یعنی اینه که تقسیم کرد کارو، گفت برو تو اون حوزه کار خودت فعالیت کن، به کار ما دخالت نکن. و به همین خاطر بود چرا این حرف زد، به خاطر اینکه اصلاحات دین در اروپا صورت گرفته بود، قبل از اون نمیتونستن این حرفا رو بزنند. 8. با وجود تقسیم وظایف که میتوانست گشایشی در تنگره ها ایجاد کنند، تضاد فقر و ثروت در نسوج فرهنگی جامعه عمیق‌تر میگردد. در نتیجه جهت کنترل و حفظ امتیازها ساطور سلاطین خونریزتر و سالوس دیانت مرکبتر می‌گردد و در این میان فردی ساده‌لو به نام مانی جهت اعتدال و قدری مساوات دیانتی برگرفته از متون مصنوعی بودایی، یهودی، فلوتینی و مسیحی با اشعار لطیف و نقاشی های دلنگیز سرهم می کند و هنگام به اشرا در آوردن آن از قبه به فعل از سوی امپراتوری ساسانی و بیزانس کتک مفصلی خورده و از صحنه خارج می شود. قبلا هم دیدید که به این من یه اشاره کرده بودم. اما کشمکش بر سر لحاف عدالت و برابری در روان مردم به حیات خود ادامه می دهد و سپس مردی به قایت سالوس منش در فریب محرومان و آلوده کردن آنها به ایدالیسم فلجزای ذهنی به نام آگوستین قدیس ملقب به زرین‌دهان در امپراتوری شرقی روم مدینه فاضله‌ای به نام شهر خدا در آسمان بنا می کند. الگویی برگرفته از اهورمزدای ایرانی در ابعاد کیهانی و با این ترفند چرخ مطالبات محرومان قدری کندتر شده تا بار دیگر در سده پایانی فروپاشی ساسانیان مردی به نام مزدک علمدار جنبش برابری و مساوات می شود
که از سوی سلاطین در قتل عامی خونبار بار دیگر در سایه لانه می گیرد و با ظهور دیانت اسلامی و سلطه اهریمنی آن بر ایران کهن در پرده ظلمت فرو می رود و دو قرن بعد بار دیگر آوای اتوپیای آرمانی مدینه فاضله در فاراب خراسان بزرگ از قلم و زبان فارابی در سپهر سیاسی ایران تنین می‌افکند، در عصری که ملت محجوب ایران از ضربه سنگین تهاجم اعراب و ستبران خونبارش به قول فرزانه بزرگ توس زمین کان آهن شد از میخنند، در شک به حیرت فرو رفته است. در نتیجه پژواکان به تدریج در پهنه فلات ایران خاموش می‌شود و قرنها بعد در اقلیم اروپا در تخیل فرزانگان شعله سوسیالیسم سوسو می‌زند تا بار دیگر ندای عدالت طلبی در قالبی مدرن تئوریزه و از معده‌اش کمونیسم جهانی وارد میدان مساوات می‌شود. تلاشی سترد که انسان در آستانه غربیست به عمل آورد تا بنگرد که می‌شود با آن ایده بهتر زندگی کند یا نه. پاسخ منفی بود. نو حال پرسش اساسی این است که آرمان برابری با همه گرانجانی چرا نمیتواند پرچمدار مساوات در حیات آدمی باشد؟ ده پاسخ برابری به معنای عدالت نیست، زیرا در فطرت ضد مدنی این برابری خواهی ها در فطرت ضد مدنی و میل به توحش در روان آدمی را بیدار میکند. چند دقیقه دیگه آقا وقت داریم؟ باید خداحافظی کنیم. خب اگه شما بحث نداریم میتونیم دفتر گفتگو رو ببندیم. بسیار ممنونم از شما. فقط باز یادآوری میکنیم به دوستان عزیز که این ویدیوها به صورت بایگانی هم در یوتیوب موجود هست، هم با تایپ کردن اسم شما یزدان خداوند رو در گوگل و هم در صفحه فیسبوک خود شما و صفحه فیسبوک مردم تیوی. ممنونم که با ما بودید آقای خداوندلو و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. بدرود آقا. مرسی. خب دوستان عزیز برنامه ها رو پی میگیریم، شما هم لطف کنید تلویزیون مردم و برنامه های این تلویزیون رو به دوستان خود معرفی کنید. روز روزگار بر شما خوش.